خانم دکتر به مقوله امید رسیدیم و من فکر کردم که خیلی خوبه که یه مقدار در مورد تاب‌آوری صحبت کنیم و اینکه چجوری این تاب‌آوریمون رو بالا ببریم، چون به هر حال ناامیدی همونجور که گفتم یه عده اشتباه میگیرن ناامیدی رو با در واقع خستگی از همدلی، ولی خب به هر حال یه عده هم واقعا ناامید شدن و احساس میکنن که دیگه هیچ اتفاقی نمیفته و دوباره باید یک دوره دیگه‌ای در سکوت به سر ببریم و دوباره ببخش میخوام ببینم این عده چجوری به این نتیجه میرسن. خب میگن همین مسئله اینه که صحبت میکنن دیگه، یه حسی دارن. آدمایی بودن که مثلا به هر حال من تو کارم باهاشون روبرو میشم و خب به هر حال یه حس ناامیدی دارن و احساس میکنن که خب شاید دوباره یک عده کشته شدن. این در واقع این پروسه رو خیلی عجولانه میخوان. شما خودتونم در موردش صحبت کردید که ما انگار فرهنگی میخوایم همین الان یعنی این پروسه رو انگار نمیخوایم بپذیریم که این پروسه یه باید مسیر خودش رو طی بکنه تا از نظر تاریخی، یعنی در واقع تاریخ رو انگار نگاه نمیکنه. حالا من میخواستم در مورد امید بگم، اینکه چجوری امید میتونه به اصطلاح میزان تاب‌آوری ما رو بالا بیاره. من دوست دارم که شما در موردش صحبت کنیم، ولی میخوام این مثال رو من بزنم. اتفاقا دیده بودم شما در مورد این صحبت کرده بودین قبلا، جریان موش‌ها رو تستی که روی موش‌ها کردن در رابطه با امید. ببینید از نظر روانشناختی امید خیلی سال همیشه روانشناسا به این بیشتر تمرکزشون روی این بود که خب برای اینکه تو به هدفت برسی، اراده، نمیدونم مسئولیت، تا اینکه من فکر می‌کنم تو دهه 90 بود که این مثبت گرایی اومد و در واقع ما چارلز سنایدر اومد در صحبت theory of hope کرد، در واقع تئوری امید رو آورد و اون معتقد بود که امید یک نیروی انگیزشیه. مثلا توی هلند یه تستی روی دانشجوها کردن که وقتی که امیدوارانه فکر میکردن خلاقتر بودن، یعنی راهکارهای بهتری پیدا میکردن برای اینکه به هدفشون برسن. یه تست خیلی جالبی هم کردن روی موشها، اومدن یک موشها رو به دو قسمت تقسیم کردن و یک ظرف حالا حوضچه ای پر از آب و این موش ها رو ریختن توی این حوضچه، باکت بوده و اینا موش ها دست و پا زدن، دست و پا می زدن که خودشون رو نجات بدن. مدت زمانی رو که این موش ها در واقع فعالیت می کردن برای اینکه زنده بمونن، سرشون رو بالا نگه دارن، تخمین زدن، یعنی چیزی که دیدن که حدود 17 دقیقه بود نهایتش. و اینا کاری که کردن یک گروه دوم موش ها رو توی همین باکت ها توی همین سطح ها گذاشتن، ولی این بار قبل از 17 دقیقه زیراب اینو کشیدن، یعنی این موش ها نجات پیدا کردن. چیزی که خیلی جالبه اینه که بعد از یک مدت کوتاهی دوباره این موش ها رو توی سطح ریختن. باورتون نمیشه مدت زمانی که اینا دست و پا زدن 26 ساعت بود. تفاوتو ببینین، 17 دقیقه تا 26 ساعت. و این در واقع اون چیزی که این تئوری میخواد بگه اینه که شما وقتی امید داری تلاش بیشتری میکنی و بیشتر جلو میری. و این خیلی خیلی مهمه که ما امیدمون رو در واقع از دست ندیم. حالا من میخوام در مورد تاب‌آوری صحبت کنم، چون خانم دکتر شما اون دفعه یه صحبت خوبی در رابطه با تاب‌آوری، چجوری ما این رو بالا ببریم. به هر حال هم راسته چی گفتم شما داشتیم توی لایو در مورد این صحبت کرده، یه خانمی سوال کرده بودن که خب من امید ندارم، احساس کنم ناامیدم، و شما گفتین که روش هایی هستش که ما این حس تاب‌آوری رو در خودمون بالا ببریم که یکیش همین معناسازی بود در واقع. خب بله، اصولا همین مثال موشا اتفاقا در رابطه با نقشی که ما خارج نشین ها الان میتونیم ایفا بکنیم برای زنده نگه داشتن امید در داخل کشور همینه،
که ما که هزینه سنگین مثل اونا نمیپردازیم برای رفتن تو خیابونا، ما کافیه که یه ذره از زندگی عادیمون کم کنیم و به این معنای بزرگ بپردازیم. چون هر چقدر که وسعت پیدا میکنه، امید موافقت جهان آزاد یا حداقل حتی مفخوران جهانی هم در حاشیه نشستن، اگر ببینند به نفعشون نیست دیگه این حکومت رو حمایت کنن، به این سمت دیگه بیان، این زنده نگه داشتن امیده. ولی به طور کلی ویکتور فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنا، جالبه که تو آرکایو بی بی سی نگاه کنید، من خودم اطلاع نداشتم، یه روزی به من خبر دادن که اتفاقاً اتفاق خانم دکتر طاهری رفتیم اونجا، به من خبر دادن، گفتن که اندیشکده‌های داخلی و خارجی 100 تا کتاب رو انتخاب کردن که در 100 سال اخیر ایران در ذهن ملی و توانبخشی اجتماعی ایرانی ها مؤثرترین بوده. و بی بی سی متوجه شده یکی از این کتاب ها کتاب انسان در جستجوی معنایی که من 36-7 سال پیش تو ایران ترجمه کردم و به این دلیل خواستن مصاحبه کنن با من. کردن. البته اون آقایی که با من صحبت کرد گفتش که من چقدر خوشحالم که شما الان تو لندن این اینا، چون من در به در دنبال شما میگشتم که مصاحبه کنم. گفتم میدونم چرا دنبال من میگشتی مصاحبه کنی. گفت چی؟ گفتم برای اینکه اون 100 تا کتاب لابد 99 تا نویسنده و مترجمش مردن، الان من یکی زنده داری دنبال من میگردی. خودش کلی خندیدی. در اون کتاب ویکتور فرانکل، من حقیقتا این کتاب رو در یه حالت استیصالی که خودم امیدم رو داشتم از دست میدادم ترجمه کردم. چرا؟ به دلیل اینکه من از آمریکا رفته بودم ایران، 5-6 سالم نردبان ترقی رو طی کرده بودم، رفته بودم بالای اون، انقلاب شده بودم، من از دانشگاه اخراج کردن و خودم گرفتار یه یأس شده بودم، یه یأس هستی گرایانه واقعا، و به دنبال اونم حالا مطب خصوصی رو گذاشته بودم، ولی هر کی میومد اونجا یا فامیلش رو اعدام کردن یا پدرش رو اعدام کردن یا بچهش تو جنگ عراق از بین رفته. اصلا من یهو مات مونده بودم که من به اینا چی باید بگم. یا نمیدونم عضو حزب توده بوده، وقتی دیده طبری اومده آیه قرآن خونده تو تلویزیون، رفته 4 تا از دوستاش خودکشی کردن و اینا رو همطور که تعریف میکردن، من اصلا مات متحیر مونده بودم که من خب تو آمریکا درس خونده بودم، تو دوران کلینیکال پرکتیسم تو دنیا انترنشیپ بمونم، مثلا دیگه مریضایی که میومدن پیشمون، یکی بویفرندش بر کرده بود، ناراحت بود، سگش مرده بود، بعد رئیسش باهاش ابیوسیو بود، دیگه کیسان قدر رقیق بود، یکی تو این ماجرا اصلا خودم رو گم کرده بودم و فکر میکردم که اصلا حرفی برای گفتن به این آدم ها ندارم. و لذا اون موقع یادم افتاد که ویکتور فرانکل استاد من که 2 سال شاگردش بودم کتاب انسان در جستجوی معنا رو نوشته که به درماندگانی در دردهای عظیم کمک بکنه. و اون قصه زندگی خودشه که تو اردوی کار اجباری بوده و چطور این گشتپوهای نازی دسته دسته آدم ها رو می بردن و به کوره های آدم سوزی می سپردن و این به امید بازگشت دوباره به خانوادش و به نزد بچه هاش و در آغوش گرفتن همسرش چی رنج هایی رو در زندان تحمل کرد تا اینکه بالاخره نیروی متفقین آمد و هیتلر رو شکست داد و زندان های داخل آشویتس باز شد و بازماندگان اندک اون آزاد شدن و ویکتور فرانکل یکی از اونا بود. و میگه با شوق تپه خونم رو از ترن بسیار شلوغ و کثیف پیاده شدم و تپه خونم رو با شوق بالا رفتم، در خونم رو زدم با امیدی که همسر فرزندانم رو بعد از 3 سال در آغوش میگیرم. و غریبه در رو باز کرد و گفت متاسفم
همسر و فرزندان شما رو 3 سال پیش یا 2 سال پیش بردن و کشتن. و میگه در اونجا یک لحظه جلوی سکوی در خونم ایستادم، تصویر خودم رو تو شیشه در دیدم و از خودم پرسیدم معنای زندگیم تا امروز بازگشت به عزیزانم و در آغوش گرفتن آنها بود. در این لحظه معنای زندگی من چیست؟ و می گفت فکر خودکشی مثل ساعده از مغزم گذشت، ولی لحظه مکث کردم و گفتم خانواده بزرگ من که جهان امروزی است باید از تجربیات من بیاموزه. و معنای زندگیم از اون روز پرورش تئوری لوگوتراپی، معنا درمانی و کمک کردن به انسانهایی بود که فکر میکردن به سنگ آخر زندگی رسیدن یا به پله آخر زندگی رسیدن. و از این طریق بود که اونها رو یاوری میکردم. ویکتور فرانکل 2 بار کاندید جایزه های بزرگ جهانی شد به دلیل مقاومتش برای معنا کردن رنج. و همونطور که از نیچه کوت کرده، رنج های زندگی نیست که زندگی را از پای در می آورد، بی معنا شدن زندگی است. تو فارسی خودمونم میگه تا شقایق هست زندگی باید کرد. بنابراین خود زندگی، خود هستی یک وزنی داره، زندگی همراه با وزنش یک مسئولیتی داره و این مسئولیت همیشه به من و حلقه اول من خلاصه نمیشه. گاهی اوقات قدم زدن ما تو همین تظاهرات بدون اینکه خودمون بدونیم یک کار تاریخیه. ویکتور فرانکل میگه ما احتیاج به امید دیگری جز این که تا هستیم در درد زدایی از انسانهای دیگه و معنا بخشیدن به زندگی خودمون در این درد زدایی کوشا باشیم. این معنا برای امیدواری ما با زندگی کافیه. یک کتابی سالها پیش در آمریکا پرفروش شد که زندگی به هیچ کس باغ گل سرخ وعده نکرده است، ولی تو در عطر گل سرخ میتوانی شناور باشی. کاملا ممنون خواهیم. شما در مورد معنای زندگی گفتین، من داشتم به اروین یالوم فکر میکردم که خب من چند تا کتابشم ترجمه کردم، دوستان بیرون گذاشتم. من این کتابا رو وقتی که به فروش میره همه رو میفرستم برای چریتی که در ایران هست، با بچهای خیابانی کار میکنن، اگر دوست داشتین تهیه کنین. اروین یالوم هم خیلی به معنای زندگی میپردازه و خیلی در موردش صحبت میکنه. بعد آدم ها معمولا گیج میشن که معنای زندگی واقعا چیه، چی میخواد بگه. یالوم معتقده که معنای زندگی رو هر کسی برای خودش تعریف میکنه، هیچ معنای واحدی وجود نداره. من ممکنه معنای زندگی اینه که با خانم دکتر کنفرانس بذارم، ممکنه یه مادری دوست داشته باشه بچه هاشو بزرگ کنه، یک روستایی گوسفند بخره. هر کسی معنای زندگی رو یه مدل خودش برای خودش تعریف میکنه. و اتفاقا یالوم یک صحبت جالبی هم در همین رابطه که شما گفتین از رنج ها آدم امید بسازه، کتابش رو من ترجمه کردم، آخرین کتاب یالوم بیرونه اگر دوست داشتین. یالوم با همسرش نزدیک به 60 سال با هم زندگی کردن. 65 سال بله. و اونا متاسفانه همسرش تو سالهای آخر عمرش به بیماری سرطان مبتلا میشه و اینا کاری که میکنن در واقع یالوم خودش اینو میگه، میگه از رنجی که ما داشتیم تجربه میکردیم من یه امید ساختم و اون امید نوشتن این کتاب بود. و کاری که میکنه یک چپتر رو زندگی همسرش مینویسه در مورد تجربهش توی سرطان
و یک چپتر دیگه، یک فصل دیگه رو یالوم می نویسه به عنوان کسی که شاهده و در کنار این داره حرکت میکنه. و در پایان کتاب بعد از فوت همسرش، یالوم 3 ماه زندگی تنهاشو می نویسه. کتاب خیلی دردناکیه باید بگم، ولی بسیار کتاب جالبی و پر از امید. در این حالی که خیلی دردناکه، به یه نوعی نشون میده که حتی خود یالوم میگه من سعی کردم که از رنجم یه چیزی از توش بیاد بیرون. این رنجی که و اون کتابیه که در واقع در اختیار دیگران میذاره که شاید کمک بکنه بهشون. ساعت 1:05 خانم دکتر، من یه تیکه از ویکتور فرانکل رو برده بودم از کتاب خود شما، خیلی جالب بود در تو همین امید. ببینید ویکتور فرانکل هم چی خانم دکتر گفتن به امید خیلی اشاره میکنه و میگه آدمهایی که امیدشون رو توی زندان از تجربهش بیه از دست میدادن میباختن و میبردنشون در واقع اونا کسایی که بودن. یه قسمتی داشت توجه من رو جلب کرد، گفتم حالا شاید یه پاراگراف براتون بخونم. میگه آن زندانی که امیدی به آینده نداشت محکوم به فنا بود. وی با از بین رفتن امید اتکای روحانی خود را نیز از دست میداد. باعث سقوط خود میشد و گرفتار پوسیدگی روحی و جسمی میگشت. این حالت ناگهان و به طور بحرانی پیش می آمد و همه به نشانه های آن آشنا بودیم. همه بیم آن لحظه را داشتیم، اما نه برای خودمان بلکه برای دوستان، چون شخص وقتی خود گرفتار این بحران می شد دیگر رنجی نمی بود. معمولا شروع این حالت این گونه بود که زندانی یک روز صبح بر نمی خواست که جامه بپوشد، خود را بشوید و برای رژه آماده شود. التماس و تهدید و فشار سودی نداشت. همانجا روی زمین افتاده بود و به سختی تکان میخورد. خلاصه زندگی را باخته بود. یعنی در واقع چیزی که داره میگه صحبت شماست دیگه، تو امید رو که از دست بدی در واقع میبازی زندگی. یه تجربه شخصیم رو من بگم برای یه لحظه خیلی جالب. ببینید خب من از آمریکا که رفتم 4 تا دانشگاه بلیت فرستادم برای اینکه بریم، نه با من، با همه بچه‌هایی که خارج تحصیل می‌کردن. اون زمان اینطوری استقبال میکردم، بگذاریم که موقعی که وارد ایران میشدیم پرواز دانشجویان هویدا میومد استقبال و فرش قرمز میداختن و اینا، که پدرم میگفت حرومتون باشه اون استقبالی که اون مملکت از شما میکرد. به هر حال بعد از انقلاب به دلیل سرسختی خودم و خوشحالم که سرسخت بودم و گردن کلفتیم، 1 سال بعد من از دانشگاه اخراج کردم. بعدی که من اخراج کردم باور کنید گیج بودم. فکر میکردم انقلاب راستیه، آدمای خوب همه موندن، من بدون اینکه خودم بدونم لابد بدم که منو اخراج کردم. باور کنید با خودم این حالو داشتم و رفته بودم تو خونه. حالا اون موقعی که منو اخراج کردن مدیر گروه روانشناسی بودم، تنها عضو کادر علمی هیئت علمی دانشگاه بودم، تنها نماینده زن دانشگاه در شورای وزارت علوم بودم، رئیس مرکز رواندرمانی دانشگاه بودم. اینا همه پستایی بود که تا 30 سالگی داشتم. یهو گفتن هیچکاره، همش برو. بعد که خوابیده بودم 3-4 روز رو تخت خوابیده بودم و همش میخواستم خودم رو دوباره معنی کنم، ببینم من حالا کیم دیگه، نه اینم و نه اونم و نه اونم و نه اونم و درسم نمیتونم بدم و اصلا دیگه پس چیم. و گرفتار یه بی‌معنایی خاصی شده بودم و افسرده، یعنی بی اختیار همینطوری از اینجا اشک میومد پایی، چون نمیفهمیدم، خودم نمیدونستم که چه کار بدی کردم که اینطوری شده. بعد از 4-5 روز دقیق یادم نیست، پسرم همایی 4 سالش بود، اومدش و کنار تخت من وایستاد و یهو گفتش که مامی تو کی خوب میشی بری نون بخری. یه نون بربری نزدیک خونم بود، دوتایی با هم میرفتیم با دوچرخه، اون منم یه زنبیل به دست میرفتیم نون میخرد. کی تو خوب میشی بری نون بخری؟ بعد همینطوری که این گفت من یهو دیدم من یه چیزی هنوز هستم، مامی. و بعد این تو سرم پیچید که هنوز یه چیزی هستم و هنوز این موجود دوست داشتنی معصومی که کنار منه
از من یه چیزی میخواد و اولین جمله که بهش گفتم گفتم همین الان خوب میشه و بعد بلند شدم و رفتم دوش گرفتم و اومدم و دو سه ساعت بعدم رفتیم. اون مسئله معنا، یعنی من گرفتار یه پوچی شده بودم. ولی حالا هزار لعنت با آقای خمینی، ولی یه رحمت کوچولو از جانب من بهش، چون که منو از یه دنیای خیالی بیرون آورد. متاسفانه من خودم رو با اون عناوینی که داشتم معنا کرده بودم تو زندگی. ولی بعد از اون حقیقتاً میگم هیچ معنای دیگه من توصیف نمیکنه غیر از اون معنایی که خودم میدونم از خودم دارم، با نقطه ضعفای بسیار و نقطه قوتهایی که دارم. بنابراین یکو این تصویر خیالی شاگرد اولی فرو ریخت و یه ضربه خوبی بود خوشبختانه تو 32 سالگی و یه حس رهایی خوبی برای آدم به جا بود. ولی اونجایی که ما نمیدونیم معنای زندگیمون چیه، یکو ممکنه این معنا همینطور که دکتر گفت این معنا یهو خودش رو برای ما باز میکنه، یهو خودش رو حجاب رو از جلوی چشم ما برمیداره و این معنا دوباره پیدا میشه. خیلی ممنون خانم دکتر، ممنون ازتون، میتونه تشکر. من فکر میکنم که فلو رو باز کنیم. آره اگر سوالی کسی چیزی داره.